شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. در حالی که وام گیرندگان استرالیایی امیدوار بودند که بانک مرکزی یا همان RBA نرخ های بهره را کاهش دهد و این بانک ها را وادار به انجام همین کار کند سه بانک از چهار بانک بزرگ استرالیا اکنون نرخ وام مسکن ثابت را کاهش دادند اما در همین حال بانک ها این هفته خبر دادند که نرخ های سود حساب های پسنداز محبوب را کاهش میدهند. اقدامی که توسط حامیان مصرف کنندگان به عنوان معیوز کننده اما قابل پیش بینی توصیف شده است. کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا قبلا از سیاست های تعیین نرخ بانک ها به عنوان بسیار پیچیده انتقاد کرده بود. در ادامه به مواردی که برای مصرف کننده ها تغییر کردند میپردازیم. بانک ملی استرالیا در ماه جولای نرخ‌های ثابت را کاهش داد و بانک‌های کامن و وستپک هم اکنون از این روند پیروی کردند. سلی تیندال مدیر بینش داده ها در سایت مقایسه مالی کنستار گفت که وستپک دومین وام دهنده بزرگ استرالیا نرخ را تا 8 درصد کاهش داده است. و اکنون ارزان ترین نرخ ثابت را در بین چهار بانک بزرگ دارد. بانک کامونولف هم اکنون نرخ های متغیر مشتریان جدید را با تخفیفی تا 35 صدوم درصد ارائه می دهد. داده های اداره آمار استرالیا موسوم به ABS نشان می دهد که تنها دو شش دهام درصد از وام های مسکن با نرخ ثابت هستند. سپرده های مدت دار یا همان ترم دیپازیتس نوعی حساب پسنداز است که برای قفل کردن پور برای مدت معین با نرخ بهره ثابت استفاده می شود. از زمانی که بانک مرکزی چرخه افزایش نرخ خود را از دو سال پیش شروع کرد نرخ سود سپرده های مدت دار بالاتر از حد معمول بوده است. اما داده های سایت مقایسه مالی کنستار نشان می دهد که نرخ سپرده ارائه شده توسط چهار بانک بزرگ استرالیا در شش ماه گذشته بین دو دهم تا 65 و پنج صدوم درصد کاهش یافته است. تام ابوریزک رئیس سیاستگذاری در سازمان حمایت مصرف کننده چویس گفت که بانک ها به وضوح نسبت به از دست دادن مشتریان نمی ترسند و به فقدان رقابت در این بخش اشاره کرد. او گفت چهار بانک بزرگ همیشه با نام تجاریشان معامله می کنند و در نتیجه در بیشتر موارد معامله خوبی را به مردم ارائه نمی دهند. این معیوس کننده اما قابل پیش بینی است. تجزیه و تحلیل جدید این هفته از سایت مقایسه موضوع نشان داد که با اینکه کل بدهی کارت اعتباری استرالیایی ها در دهه گذشته تقریبا نصف شده و 31.1 میلیارد دلار به 17.5 میلیارد دلار کاهش یافته، های سالانه افزایش یافته است. تعداد کارت های اعتباری با نرخ پایین که نرخ بهره یک تا ده درصدی ارائه می کنند هم بیش از 600 درصد افزایش یافته است. بانک با مرکزی هم تهدید کرده که اگر تورم کاهش نیابد نرخ نقدی را دوباره افزایش می آر بی ای قضاوت کرده که ریسک پایین نیامدن تورم به هدف دو تا سه درصدی در سال آینده به دلیل چندین تحول از نظر مادی افزایش یافته است و بانک می تواند برای افزایش نرخ بهره و اجتناب از عقب افتادن کاهش تورم اقدام کند تونی سایکامور تحلیلگر بازار آی جی در این رابطه به اسپیس اس نیوز گفت با این حال بازارهای مالی به دلیل افزایش بیکاری و رشد ضعیف اقتصادی تا پایان سال نرخ بهره را کاهش دادند. او گفت سرمایه گذاران همچنین در ماه مه تهدید بانک مرکزی نیوزلند نسبت به افزایش نرخ را باور نکردند. هفته پیش بانک مرکزی نیوزلند نرخ رسمی نقدینگی را از پنج و نیم به 5.25 درصد کاهش داد و اولین کاهشش را در چهار سال گذشته انجام داد و استدلال کرد که کشور در رکود است. نیوزلند، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کردند اما ساورسریک اقتصاددان مستقل گفت که مردم نباید تعجب کنند که آر بی ای این کار را انجام نداده است او در لینکدین نوشت تورم به اندازه ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و نیوزلند به سرعت کاهش نیافته است اما بیکاری به اندازه آن کشورها هم افزایش پیدا نکرده او افزود این تا حد زیادی به این دلیل است که آر بی ای دیرتر شروع به افزایش نرخ کرد و آن را به اندازه همتایانش افزایش نداد بنابراین جای تعجب ندارد که آنها مثل همتایانشان به این سرعت شروع به کاهش نمی کنند. شنوندگان گرامی نیو سرد هستم و این گزارش همکارانم از اسپیس نیوز بود آیا می به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟